سران حکومت برای به آوردن رأی مردم افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتی وعده های زیادی داده بودند اما در این اواخر نهادهایی که برای بررسی عملکرد حکومت کار میکنند ظاهرا از عملکرد حکومت نارازند به خبرم شب خوش آمدید مهمانان من در این برنامه جناب آقای داوود اساس مشاور ریاست اجرایی و همچنان جناب آقای تیمور حکیمیار رئیس اجرایی بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید, آمدید. جناب حکیمیار اجازه بدید این بحث را با شما آغاز کنیم امروز کنفرانس برای پیگیری تعهدات حکومت وحدت ملی برگزار شد فرندش چه بود و چه بررسی ها نشان میداد و نتایج چه بود سلام بر شما و شما و مهمان بسیار محترم شما نهادهای جامعه مدنی در مشمو چند قبل یک تصمیل گرفتن که در یک گردمایی مشترک اینا در مشمو ودای مقام ریاست جمهوری و مقام ریاست اجرایه را اینا اولویت بندی بکنه تعداد از نهادهای جامعه مدنی با گردمایی در نشست اینا با هم آه، آه، بالاخره به تصمیم رسیدن که در مجموع از تعداد وعده هایی را که مقام ریاست جمهوری در دوران کمپاین های انتخاباتی خود برای مردم داده بودند در مجموع در حدود 100 وعده از اونها را اولویت بندی بکنه و روی ازی این فوکس بکنه که خوشبختانه در این ارتباط با روی 18 وعده های مقام ریاست جمهوری نات جامعه مدنی امروز یک کنفرانس داشتند که اختصاصا پیگیری خود با مردم شریک ساختند و با مطبوعات در مجموع بس بود که از مجموع وحده که برای مردم داده شده بود اه اه توسط نهادها چه در مرکز و چه در ولایت این مسائل پیگیری پی شد و در مجموع نتای جزی با دستندرکاران و همچنان نهادهای مربوطه شریک ساخته شدن که در مجموع از بعض وعده ها بودن که از هیچ سرش کار نشته بود بعد وعده بودن که مثلا فیصدی یک مقدار محدود سرش کار شده بود و بعد وعده ها بودن که یک مقدار بیشتر سرش کار صورت گرفته که زیر به حساب پروسس هست و زیر جریان هست که او باید تکمیل شود بس هم است که در تمام کشورهای جهان نهادهای وجود داره و سیستمی وجود داره که زمانی که مقاماتی که به خاطر کاندیدای ریاست جمهوری و مقامات دیگه خود کاندید میکنن یک مقدار وعده بر برای مردم میتن و این مینات ها یا بعضی سیستم های وجود داره که این وعده های از اونها را ثبت میکنن و با بالاخره بعضی زمانی که در جریان کارهایشان میشه این را میکنن ولی در افغانستان یک چیز نبود بالاخره نات جامعه مدنی در مجموع تصمیم گرفتن تا این مسئله را مشخصا تای نشاسته به ارزیابی بگیرن و روی از این کار بکنند به خاطر که مردم امیالا بیست شاید یک مقدار کارایی در دولت صورت گرفته باشند یک مقدار کارایی در ولایت صورت گرفته باشند ولی مردم مگاهی ازش ندارن یعنی در واقعیت خود دولت هم یک مقدار مشکلات داره که بر مردم آگاهی نمیتاد تا م... از م... این کار به سبب دستورداری که در مدت زمان کارای بیشتر از دو سال انجام دادن مردم آگاهی داشته باشند سپس گزارش مدنی در ارتباط داشتی که امروز داشتن با مردم شریک شد ممنونم چون باسوس حالا از دید شما کسانی که در بدنی حکومت هستین فعالیت میکنین عواملی که تعهدات عملی نمیشه چی بوده میتونه آیا واقعا اراده به خاطر عملی ساختنش وجود نداره و یا بحث دیگری است که مردم افغانستان از او آگاهی نداره بسم الله الرحمن الرحیم اصلا ما ما شما ببینیم حکومت ولایت ملی حکومت ملی مل... با یک مجبوری آمده خواست مردم افغانستان خواست سیاسی شاسون... خواست قوانین افغانستان خواست جامعه جهانی نبود یک ضرورت شد ما شما به انتخابات رفتیم رای مردم گم شد به نتیجه شنید میشد که ما دیگه چاره نداشتیم باید یک حکومت مشترک جور کنیم حکومت وحدت ملی باید جور کنیم حکومتی وحدت ملی جور شد ما شما ببینیم واده هایی که برای مردم حکومت وحدت ملی داده بود یا باید میکد یا از یک طرف اگر ما شما ببینیم ډاکټر سواب شپانی او ډاکټر سب عبد الله کې واده بر مردوم را داده و ډاکټر سب عبد الله وکه مآګه رېجېم شم انم کارر به مردوم نکون ډاکټر سواب شپانی انم رکوط و وختي کې اردو شند می وختي کې مکورا بسیار فرق دره وختي پلانونه شند بسیار فرق داشت وکردو شند یو څه مشکلات می اما مشکلات ته حکومت وعده دې لري به مشکل نیسه وادره افغانستان ما 40 سال جنگ ووت 40 سال جنگ ووت تا امروز نه میتوننه ک به دو سالو به سه سال ما به یک ځای پرسه خوب از هم حکومت وحدت ملی بازي کاره ک بر مردم افغانستان حکومت وحدت ملی کړه برشان دربین یک توافقنامه ووت او خواسته مردم د جای ک چیزی عملی شوه د چیزی نه عملی نه شوه چی شنه موانع وجود دره موانعش اینمی هسته ما شما ببینید که ایج استخبارات دنیا اینمی بازی میکنه در افغانستان جنگ شرق و غرب جنگ دنیا هسته حالا سوالی که مطرح میشه جناب اساسی است که خود حکومت خود ساختار حکومت افرادی که در بدنی حکومت کار میکنن چقدر تلاش کردن تا به این مشکلات رسیدگی ای کنن و بتونن حداقل مشکلاتی که میان خود ساختار است را حل بسازن بعضی بس ببینه میشه که بعضی کسای هست در ساختار حکومت میخواه که کوشش میکنه که حکومت جور کنه نظام جور کنه بله خو خود کار وکړم. baseXای څایسته کې بل خو چې کوم بل نظام چې کوم کار وکونه چې نظام از باید وبره. چې کوم کار وکونه چې انمي افغانستان سر چپا بساس. ما در کوم کسایحت در نظام داریم. در دولت درم. ما اگر کولیګ مردم ما یک دس میود په خاطر از انمي بود چې ما برخه خاطر مردم برخه خاطر وطن برخه خاطر خو خود کار وکړم. ما امروز مشکل نه داشم. اما در رأس حکومت آقای غنی و آقای عبدالله حضور دارند آیا او قدرت کسانی که میخوان تخریب کنند نظام بیشتر از این دو فرد است ما شما ببینیم که ستون پنجم هیچ کس رد قرار که ما شما ستون پنجم داریم ما شما ببینیم یک انتیاری که میای می میای می میا تا بین شهر کابل داخل وزارت میشه داخل خانه میشه داخل ولایت میشه یک کی میره دست بالا نباشه ی کارنده شې ده نه مې ته نه خب, خب مقامت استان باید د دې موارد مکافات او مجازات وجود داشته باشه اما مردوم شاهد چنين عوامله يا عمل کړی نه دی کوشش پام شمو سرنيمي هسته حکومت ربره حکومت سرنيمي کوشش وکړي باه شما ببینيم ما در پسا در, در در دنیا در ځای اول او دو مسيون بدم امروز راشتم رسیدم کامه تا پاوټ کازم ما شما ببینیم امنیت افغانستان این روزا که ما شما ببینیم که مردم از این شکایت داره که امنیت خراب است ما شما از این پیش اگر ببینیم این کوای خارجی این بود تا کوای اوایش که کوای زمینیش بود امکانات بسیار زیاد بود امروز همون نیست یعنی منظور شما در کل ای است که زمانی که آقای غنی و آقای عبدالله در دوران مبارزات انتخاباتیشان از وعده ها صحبت میکردن حالا اینا متغم شده و عملی سازی و برنامه ها شرط اول نیست برشان؟ ما شمه ببیدین بعضی وداهسته که ما شمه ببیدین در دنیا کله کی کس کی کاندید نشي به جمهوريه به یوو له سيجره يا به ولایت د دنیا یوه تعامل له څو چیزا را کله کی عملی نمشه شما شما ببیدین د یک مملکت پيشروته بسیار امریکا بل کومه ما که وختي کی کاندید میشید بل بر متحدین خوښشان بر مردمو شند بر بر جمی جهنه کوی که ما در دوران رئسه جمهوريه خود ماباس گونټنامو را بسته میکنیم تایم اوس بسته نشي یی رات خب ایرا میتونیم طور ببینیم که از جهت مثبت به منفی بریم نه از منفی به مثبت حالا کارهایی که حداقل حکومت انجام داده چی است اونا اگر صحبت از اونا میشه اونا خب کارهایی که نیاز برای مردم است رو انجام میدن ما و شما باید یک طرف ضرورت سر کنیم یک طرف جنگ افغانستان سر کنیم کيتره افغانستان جنگاست جنگ, جنگ یک جنگی کووید را افغانستان است جنگی نیست که جنگ چن طالبان حکومت خفه بود در بین جنگی داخلی افغانستان است ایج جنگی سوپر ابرقدرتای دنیا است در افغانستان ما شما می از یک طرف جنگ از یک طرف اقتصادی که ما شما اقتصادی ضعیف داریم از دېګا طلب کې استخبارات منطکي استخبارات او دنیا استخبارات ایجا کا سایله جوړ کده په د خاک ما او شمه انمي اپانه ما او شمه کې نیمه به زودي نه شه ما او شمه ببینم کې ما او شمه انمي چیرې انتخاباته ما او شمه په بوران رابت چیرې ما او شمه یو رجمور پیدا نه کړي چې پنځه جماعت یو کا به برابر رجمور بش خو یې نیمه پلان و که بعد ایج یک حکومت جور شو مشتری حکومت مشترک جور شو یا ما شما بریم به بوران این می یک بود این می می افغان ها بود با پشتبانی خارجی شان بود که این می کار کرد خب این نشست ها کنفرانس ها و فعالیت نهاد های مدنی پس درد را دوا نمیکنه؟ ما شما ببینید در افغانستان ما یک چیز بس که ما که میگن که در دولت ما مشکل داریم اون طرف در جامعه مدنی و در میام ما مشکل داره. شما ببینید جامع مدني و انمي انمي ک هر وخت انمي اهم نيسته یکشنبه ځینې پروژې شته ټول کښې نه مګ مقصد یو څه اکس پروژه از یک سپاراط مګر دغه سپاراط پروژه از دغه سپاراط مګر دغه شاز دغه از یک چیز خود بلش موکه میشته ده چې انمي فکر میکنه چې انمي یک چیز دیست چې موږ سره صدا زیاته ده خو دغه چیزای مسایل <سؤال> ما او شما امروز کله نه مبینیم امروز ما شما مبینیم چې انمي حکومت بر یک بر یک توافقنامه جوړ شوه انمي سیاسي افغانستان او جهمه جهانی او مردوم کله کې توافق کړه چې انمي توافقنامه به عملی شوه ا مردم افغانستان سوالش این است که در صورتی که بررسی میشه سروه میشه و نتایج هم بیرون میشه که حکومت کاری نکرده و حکومتهم پاسخ مثبت در ای زمینه نداره چطور میتنن ایر نسبت بتین به برخی پروژهها و یا کسان که دخیلهستند تمروز به ایمای حکومت می یع دستاوه نه ساتل می اوقط ما шумо ببینم رابطه امریکا و غرب و كي 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 او غرب او افغانستان چه پچی حالت رسیدا بد به حالت رسیدا بد کی 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 کوم تشویش در او الټ از بین رات در دا بروکسل بر 2024 بر کوای امنیتی ما шумо مکمل چیز داده شد ما شما ببینم ازلی از صلحه پاکستان بود که کل مردم افغانستان میخواست که صلح بزاری و بخواست نمیشه این روز پاکستان برای ما میگه که صلح ما میگم که نه سپاس گذارم با شما برمیگردیم جناب حکیم یار حالا صحبت های آقای اساس هم شنیدین چگونه میشه های مدنی تاثیر مثبت داشته باشند در کارکرد حکومت و به خاطر ارزیابی عمل کرده حکومت حالا حکومت هم آقای اساس اشاره کردند که برخی از این نهادها به شکلی از اشکال پروژه‌ای عمل میکنند ما میخوایم ارز بکنم که در مشموع ببینین زمانی که رهبرای هر کشور خود کاندید میکنن به خاطر پست مثلا مقام ریاست جمهوری اینا یک مقدار وعده های بلند بالا رو بر مردم دادن اینه به خاطر ازی دادن که حمایت از را جذب کنن به خاطر ازی و را دادن که بتونن در واقعیتش رای جمع بکنن و بتونن به کرسی مقامات مربوطی که خودشان میخوان تکیه بزنن ولی در مقابل ازی ملت چی کرد؟ ملت با قطع شدن انگشتهای خود رفتن برشان رای دادن مردم شهید شد بالاخره مردم حق دارن که برن و از مقامات مربوطی حکومتی و دولتی خود حساب بگیرن باید بر مردم حساب بتن زمان کسی که میره انگوشش قطع میشه زمان کسی که میره شهید میشه کسی که میره با, بازار مشکل سات، سات دولت با هزار مشکل پرابلم دو ساعت سه دولت برف با ایلچ لوچ میرن رای را 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 میتن و خاطر یک امید یک آرزو میرن یک رای میتن پس باید این آرزو آرزوی را رو کی جواب شه بدن باید مسئولین دولتی باید جواب شه بدن بس دیگه ایامت که و زمانی که مسئولیت از اینا را باید مسئولین دولتی بتا که اینا را تقیب بکنه. نه کدام نهاد خود دولتی وجود داره که فعالیت های دولت ها تعقیب بکنه این نهادهای جامعه مدنی هست ممکن بعض نهادها با گونه پروژه‌ای باشه ولی بعض نهادهای دیگه اصلا که اونا دو, دو طلبانه به خود با گونی شورا ها بودن ببینین اگر به تاریخ خود نهادهای جامعه مدنی یک بار یک نگاه بکنیم زمانی که حتی دزیر مثلا درخت ها وقتی که یک مشکل پیدا میشد شورا میشتن جلسه میکردن وقت کجا بود پروژه ولی مردم اون موجه شورای خود جور میکردن و مردم مشکل خود حل میکردن تو امیال جرگاه ها و بعض برنامه‌هایی است که اونمو آدمی تونه گفته که حتی اساس یا تهدابگذار نات های جامعه مدنی از سازمان های بسیار قبل بوده ولی فعلا یک مقدار تنظیمات یا امو شکل از او یک مقدار ایواز شده و گروپ گروپ و هر کس خطوط خود خود کاری خود انجام میده بحث اومده ای است که ما تمام مسائل نباید محول به جنگ بکنیم ببینید ما وزارت دفاع داریم جنگ میکنه مقامات پلیس دارم جنگ میکنه والي مثلا بس وزارت خایې چې هیڅونه د جنگ ضرورت نه دروونه منده پښتو میز خود مشین کار وکید وکړن اونه باید پلان استراتیژیک خوده باید مشخص کنین مو در ارتباط به یې چې په توګه مثال د می اخرین کانفرنس کې د دولت افغانستان 13 شهر 5 میلیارد دلار تقاضا کرد ولی در مقابل از 15 میلیارد به کشورهای به جهانی کمک کردند این در واقعیتش توجه نهادهای بین المللی بود که افغانستان گبر در این پیسه هست ولی اونها خو پیسه را دادن این ما اعتبار انوز افغانستان برای کشورها داره که اونا را کمک میکنه افغانستان را کمک میکنه پس اینا ما باید اعتبار مدیریتی خودا بلند ببریم که ما چقدر میتونیم واقعا پول در مجموع مدیریت بکنیم و این پول در راههای دقیق مصرف کنیم بحث دیگه ای آمد که ما واقعا تاثیر غیر نادهای جامعه مدنی در این قبال چی میتونه باشه امیال اگر نادهای جامعه مدنی आवाज خود نکشن پس کی आवाज خود میکشن نادهای جامعه جامعه مدنی های مردم هستند مردم هستند که نادهای جامعه مدنی را میسازند و یکی از پایه های اساسی دولت هایی که بر مبنای دموکراسی ایار شده باشه اونمو نهادهای جامعه مدنی هست نهادهای جامعه مدنی مجبور و مکلف هستند من وظایفشان که هست اینا باید نظارگر باشند بر کارهای دولت و ببینن ببینین بیشتر از دو سال چند میشه از عمر حکومت و وحدت ملی گذشت کدام نهاد آمد کارهای مقام ریاست جمهوری یا از کمیته اجرایی را مورد پیگیری قرار داشت یا مثلا که گفت که چقدر اینا کار کردن کدام نهادا بودن همین نهادهای جامعه مدنی به طرف هستند نهادهای جامعه مدنی به هیچ طرف مرتبط نیست که به طور مثال ما بگیم که به گروپ ای یا به گروپ بی متعلق هستند ما واقعیت هایی را که از بین وزارت خانه ها از بین نهادها از بین سیستم به وجود آورده ما اون را که ملت شریک می و ملت باید بدانند که ما در کدام وضعیت قرار داریم ملت در کجا هستند ما از مقامات خود زمانی که چیز رو توقع داشتیم زمانی که کلک خدا برشان دادیم که قطع شد بالاخره ما توقع داریم که یک خدمت رو برای کشور بکنن و در مقابل تعودات را که انجام دادن بحث تعودات یک بحث بسیار دیگه هم هست که زمانی که مقامات مربوطه اگر قرار باشد در انتخابات بعدی زمانی که خود کاندید میکنن باید ما اول دقیق پلانای بسیار دقیق و حساب شده و معلومات بسیار دقیق داشته باشیم بعد از اون باز ما بریم با پای وعده ها خاطر اینکه اگر وعده های بلند بالا ما بتیم به خاطر گرفتن رای این واقعا ملتوی میمانه و ما نمیتونیم انجام بدیم و ما مورد سؤال مردم قرار میگیریم کو سوال سوال ملت است و ما دولت ها مجبور مکلف است که در مقابل ملت خود باید جواب بدن ادامه برنامه پس از وقت. باستم خوش آمدید جناب اساس حالا ریاست اجراییه به عنوان 50 درصد سردمدار حکومت و یا میتونیم بگیم سهم در حکومت افغانستان چقدر تلاش کرده که تا بتونه حداقل پاسخ بر مردم داشته باشه و در آنچه وعده داده بود بتونه حداقل انجامش بده شما ببینید که ریاست اجراییه یا رئیس اجرایی هر روز مردم افغانستان و به څان وخت پيش به علما میره د خاطي نورد علما میره و د بازار علما شما مبیني کله کې یو ترسو واشتاس اوجه او میګه ده د بشارع مردوم در په بین مردوم میګه ده و ها وال پرسي مردوم مع سرباز خود از دوکاندار خود از موصل خود میگیره بې یقین ما د ریاست اجرایه هر روز تلاش ترني میسته چې مشکله کې در بین هر ګور ریاست اجرایه مي وي په خاطر ازېني کې باید ما به او توداد کې بر مردوم کړین باید برسیم چې شي چې مردوم افغانانستان ما هم ضرورت دره به مو باید رسیدګي شوه هر روز سره ني مي باسته چې ما چیرې کومه شما بيپې م... ما شما زیاتره چیزه هر درې اې مو چیرې در د نظام انتخاباته پښتل دوسته مې ووګو چې یو کارو چې ګردوم رائے دادان خوش رط مردوم رائے داد سرش پرې د شو او رائے بسرنوي شو او د زای دري ابوز ششته بود او ریاست اجراي کوشش نیمې بود چې ما باید انتخابات سره دغه د زای دري نه کړم باید او کسي کې رائے باید مې او رائے سرنوي شاس باید بش مردوم باید سره انتخابات باور شند زیاد شوه بس کې دسکري برکي استه که هم روز ریاست اجرایی کوشش سره نیمي هسته کی برقی دسکری باید توزیه شوه افغان هر افغان لایق یک دسکری برقی بسازه بده نه واه شما مبینې شه کی در 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 ازلی از اقتصادي که ما شما ببینم هر روز ملاقاته کی به جمی جهانی است اعتبار اعتماد جمی جهانی بر بر انتخابات ولسی جرګه اینو میارې کار حستکه چې بودی جايشه برشان آماده شوډه او وخت شن چې همي زمينه او اصلاحات انمي برابر شوه ما برم به انتخاباتي ولوسي جړکه وایې ته یاګ انتخاباتي برمه کې مردوم او اعتماد کې از داسته رابطه او پازو مردوم اعتماد سره انتخاباتي ولوسي جړکه باید بیاره کې دغه انتخاباته وکونه چې هر کس به په ما کې راي ماسد نشارز بشه انمي که ځي چیزای حست ما شمه ببینم ازلی از امنیتی ما شما ببینیم در حوزارت داخله یادت دغه وزرته شما شما اصلاحات مبینید که ما شما چیر من به ګلتن کړه در درجه سی سوم بودیم راپتم بینيمي حالت ما په درجه اشتوم راپتم که دنیا یې راکبول کړه کسای ديګنه قبول کنه ماندایم کینې ما بسات دور شوم نه خو دنیا یې نیمه راکبول کړه که شما علیه یګی اراده موجود هسه که به خاطر فساد اې د مې چې زه هاشتا کومه شما مې وینېم امروز ال د افغانستان ولادت د روزه پړ امروز دشمن دوه دشمن طاری پسته شما مې وینې ای اقدام اصلا از ریاست اجرا یاسه ما شما امروز مې پم کې دشمن کیاست دوست کیاست د روز نابود د روز وبادر بود وبادر زاده بود ای بچی کاکا بود وبچی ماما بود امروز پسات پشه ما ګوټیم ک پسات هر کس ک پسات وکونه جاش پچل پولیس چل خياسه دغه جواز برشانداده و ای ای ما شمه ببينم زياتر قره هسته کې شده او یک یک کې پات نه میکنه ما په حالته کې مبينم ما په بابت بل او اداي چې مردوم چې تقاضاي کوي چې مردوم دراو او خوښتاي مردوم کې asa به با او باید برسانيم علي من مشکل درارم در حکومتداري مشکل درارم مردوم رازي نيسته مردوم از دولت پاسله غریبته خو مشکل ماليه درارم چې ما, ما سي کوستم ما از بیرون که مشکل میندازه کله گشت سر حکومت میندازه اگه مشکل پارلمان خم باشه ما سر حکومت میزن که این کار نشد خو او کار مشکل این مشکل از اس کی اصل یک کوی دیگه است که کوی ما کدی نیست جامعه مدنی و این می از ما اصلا باید وصایب کسی هر کسی وصایب تقسیم باشه ما میگم که مردم هر کسی حق داره خو کسی رای را داده که در پارلمان ششته و بعد از گریبانش بگیره شما چرا یک دسکری الکترونیکی تن دو سال میشه که چرا نمیشه شما یک پرمانه در نظام انتخاباتی می میای رد کو بدل کو شما چرا این کارو میکنید ما خود ما ما خود به این خاطر برای شما ندادیم خب حالا ریاست اجراییه خودش در توافقنامه امنیتی با یعنی ساختار تشکیل حکومت وحدت ملی چند مورد بود که باید عملی میشد در این مدت که گذشت کدام موارد عملی شده که مردم افغانستان حداقل مته نن خوشبین واشه په بهبود با وضعیت او ان چې ک مردم نیاز داره انجام وخت شو درنده ما شمه اگر بهبیني اگر د او توپکنامه یی چې کی بود او عملی می شو تېمروزم ما مشکل ان می حل بود از مشکل افغانستان حل بود اگر ما انتخاباته انتخاباته شورا ولسی و ولسی جرګر میکدیم لوی جرګر میخواستیم و, 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 می می و انتخابي اصلاح د نظام انتخاباتي میوردم الټر برکې د اسکراب د ټنکې توزیع میکدیم و اینمی چیزایی بود که من امروز اینمی مشکل نمیداشتیم داشتیم خب متاسفانه بعضی کسایی هست که نمی که اینمی توافق نما عملی شود خب او چی کسان است؟ او کسانی است که قدرتشان از ریاست جایی فراتر است و واقعا نیرویشان بالاتر از ریاست جایی است خو خب یک رکم اگر با ما شما ببینیم اینجا جنگ ایدیمی نیست که ما و شما بگویم که ما از اینمی از گریبان باید بگیریم ما و شما از باید از جنگ از اینمی چی علت خودم بکشیم ما شمه نیمه باید به با یک تفاهم که یک دیګر برسیم وقته که توافقنامه در بین هر ګور ریاست اجراي شوهد بود 50 50 500 قدرت ته نبات کی ریاست اجراي بگیره بر خود به بره نیمه باید بود کی در نیمه بعد یک کار بعد به با مشوره میشد خطابال بزیاته چیزایش نشوده خوب یانه سټیاست اجرایا در تلاش بهوبو وضعیت است هم اون طرف اوقدر علاقمند نشم اګه اصلت نو وکړی مردم افغانستان میپم په ځکه چې چنک سایه در هر هسته کې نه میخی چې در افغانستان دې مشکله حل شوه شما شما به وینئ مېشه امروز باندې می مشکله کې کم حل میشه بس ګوګرده میژنه چې آتش پس ازو طرف یا کسره بیار کې بیا نيم چې قدرت پر تو میتم باز ازو کده دې طرف دیګه کسره میره کې بس بیا بیا بر تو میتم اې نیمه بل چی خاطر بې نیمه خاطر کې انې می نه خوایې چې انې می حالت ما وشو ما خاتمه بتم یا می خوایې چې دربین د ډاکټر صاحب عبد الله او شپخنی نیمه ته حالت بیاي چې یەکش از دغه از ګردن بگیره یا سریه کې دغه کو دتابه بگذاران ما وشو ما ببینید توفقنامه کله کې بل مردوم بر جمی جهانی بل همیشه شون شیده تدوسال عملی نشودل علی مردوم مزیرات اجرایات کوزه درکه 50 500 سم در حکومت لري ما 2500 نداریم ریاست اجرا 50 500 سم در حکومت نداریم حسته د بانک پیسې اوس څومکو لیکي زاسه هرګه ساله حالیکي هرک وزیرشان کی 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 ب پسات اوي تاس ان سره مات شوم ما میګم ما شامل یو حکومت اسم از مردوم نه مينم یپزرم حتی اگر ما شما بیا به رنیم کی ما پنځه پېسات څوم نه در حکومت ما انې مي حسته کی ما بر وګوي میشه کی هر روز ما برشان میګم میشه کی انې مي توافقنامه باید عملي شوه انې مي توافقنامه باید عملي شوه کی مردوم افغانستان از انې مي پم بس یک باید در حکومت دالي خلاص شوه سپاسګزارم قابل یادآوری است که از ارک هم و یا ریاست جمهوری هم دعوت کرده بودیم که به بحث حضور داشته باشند اما با تماس های مکرر حاضر نشدند جناب حکیم یار حالا مشخصا مواردی که شما او را بررسی کرده این وعده هایی که داده شده بود در کدام عرصه بود که اونا عملی نشده و پیشنهادتان چه است به خاطر عملی ساختن از او؟ خب در مجموع ما قسمه که قبلا هم به اشاره کردم تعداد وادایی که مقام ریاست جمهوری و ریاست کمیته اجرایی در دوران انتخاباتشان داده بودن بسیار زیاد بوده یعنی در هر جایی که رفته بودن اینا ودای خود مشخصا از 18 مورد که شما یاد کرد ولی در مجموع از حد را که اینا در پنج بخش جور شد و اینا همی اجده وعده که نات های جامعه مدنی مورد پیگیری قرار دادن او شامل مفصولات مثلا قانون خشونت آزدار و اذیت جنسیتی برای علی زنا بود که خوشبختانه در این وقتا در می ها او پاس شد از طریق پارلمان و مقام ریاست جمهوری هم را منظور کردن که یگانه وعده است که این 100 درصد تطبیق شد ولی ودای دیگر مثلا مثل پهنتون بخصوص خصوص برای زنا هست که ودا داده شده بود در جیران از از طرف جناب رئیس جمهور ولی متاسفانه تاله هیچ اقدام در صورت نکرده دیگه پای مقدماتی که انوز هیچ زمینش مشخص نشده که درسی یا بودجه یا فضاش هیچ چیز آماده نشده به شکل به طور مثال گفته بودن که شفاخانه میاری میسازیم یا به طور مثال گفتن که ما میدان اوایی قندوز ما میاری می سازیم که انوز با مشکلات وجود داره کنه یک مقدار کارش آغاز شده ولی انوز متاسفانه مشکل داره در پولی از حمایت برای معلولین معیوبین بود در پولی از سر موضوع پنج مادن از مجموع مسئولات اوایده که در ولایت تخار بود که باید تو پول از اون به خاطر رشد خود منطقه مصرف شده بولا متاسفانه این موضوع عملی نشده یا به طور مثال میوری سازی باختر بود در حدود ممکن در ردود 20 فیصد انجام شده باشه یا مثلا میاری روی تلویزیون ملی افغانستان بود که در در مرکز در ولایت متفاوت است در مجموع وعده ها بر مبنای امی قضایا بوده که نات ها رفتن با مسئولین در مدت چند ماه شش تا نشست های داشتن کنفرانس های داشتن با هر کسی از منافات های مرتبط اینا شش تا بس عمده است ای که یگانه مشکلی که در دولت نهادهای جامعه مدنی پیدا کردن چی بوده یکی به اعتمادی در بین خود کارمندان بسیار زیاد است یک دوم عدم هماهنگی بین نهاد خاص و حتی بین وزارت خانه از متاسفانه زمانی که یک جایی مثلا در خاطر یک موضوع یک مکتوب روان میشه به خاطر از وزارت مالیه به یک نهاد دیگه یا از یک نهاد دیگه به وزارت مالیه با پنج ماه و شش ماه اون جواب نمیده این خود ازی باعث میشه که این روش به کندی مواجه شوه و این م... مشکل در سیستم است باید در سیستم با سازی شوه و دقیقا دقیقاً باید این موضوعات قسم باید پیگیری و تا بتوانند مردم بدانند که مشکل در کجا هست مال معلوم نیست در مجموع ببینید که یک وزارت تعلل میکنه چهار پنج وزارت دیگر متاثر میسازه و این باعث میشه که روان تاثیر متاثر میشه و در اونجا بس بز... که ها انتقاد میان مستقیما مردم دیگه نمیگه یک مثلا وزیر ماله کار کرد میگن که ما برای رئیس جمهور ما رای دادیم برای رئیس کمیته اجرایی رای دادیم ما حالا میخوایم از اونا که اینا منیس قوای فشار من ایست مسئولین درجه که دولت سر ها باید فشار بیارن پلانایشان رو مشخصا بگیرن و باید ما در نظر است که در مجموع یافته های اینمی ناتها مشخصا جمع شده با مقام ریاست جمهوری و با مقام ریاست کمیته اجرایی اشریک ساخته شده که اینا منیس پلان تدابری خود در آیده موضوعات تعقیب کنن که نقایص در کجا وجود داره این های جامعه مدنی وظیفهش اینمی بوده که بتوانند در واقعیتش ممد شون بر دولت و دولت یک بار دیگه متوجه بشه که شما این وظایفی که کرده بودین استفی یا کارمندایی که شما در پایین دارین متوجه نیست یا کم کاری کردن یا هیچ کار نکردن بنا شما باید یک فشار دیگه یا پلان های مشخص تانه بگیرین تا این وعده هایی را که برای ملت انجام دادین ای باید عملی شد. حالا در آینده برنامه های نهات های مدنی چه است به خاطر حساب حکومت برای مردم افغانستان آیا برنامه مشخص تسجیل شده و زیر نظر است خب در مجموع نهادهای های جامعه مدنی زمانی که هر مشکل یا هر مزله که در مجموع ببینن که قابل پیگیری هست نات های جامعه مدنی در هر بخش اونا را پیگیری میکنن با خاطر زی که تعداد نات های جامعه مدنی در مجموع بیشتر از هفت هزار نهاد هست و در مجموع این چی اینا راجستر شده وزارت عدلی هستن شامل شورا هستن شامل اتحادی هستن شامل ناتهای غیر دولتی هستن اینا تعدادشان در مرکز ولد هر کدامشان به نوبه خود اینا کار خود انجام میدن ولی هر کدام بود ولی بحث سر موضوع تعقیب وعده ها مشخصا برنامه های دیگه هم وجود داره تا بتونن اینوی وعده های دیگه را هم تعقیب بکنن و روز شوه که در مجموع اما آن چیه که ملت میخواید برای مردم ارائه بکنن که دولت اینی ودایش است اینقدر پیشرفت شده و شما تصمیم میتونه بگیرین که در مقابل از او دولت مورد پاسپورت قرار میتین یعنی سپاس از آقای داود اساس مشاور ریاست اجرایی و همچنان تیمور حکیمیان رئیس اجرایی بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان و هم ممنون از شما بیننده های محترم که بحث را تا اخیر دنبال کردید وقت بر شما خوش خدا نگهدار